معرفی نوت سلا... نوت دولا چنگ می‌پردازیم. نوت دولا چنگ از جمله نوت‌هایی هستش که ارزش زبانی اون یک چهارم ضرب اطلاق میشه که حالت سریع‌تری نسبت به نوت‌های چنگ و نوت‌های در واقع سیاه و غیره داره. در این میزانی که به عنوان میزان دو چهارم و دو ضربی ملاحظه میکنیم، این قسمت کلن یک ضرب به حساب میاد، در واقع از ترکیب نوتهای دو دولا چنگ که یک چنگ به حساب میاد و کل مجموعه رو به یک سیاه یا یک ضرب تبدیل میکنه استفاده میکنیم. برای اجرای این حالت از قسمت های قبل کمک میگیریم. فرض بکنیم که اینجا یه نوت چنگ بود، در این طرف هم نوت چنگ دیگری بود و زمان رو یک دوم برای هر کدوم در نظر میگرفتیم که اینجا میاییم اون زمان رو ثابت در نظر میگیریم ولی نوتای اجراییمون دوتا میشن، در واقع فشردگی نوتمون اینجا بیشتر میشه و هر سه نوت رو به دنبال هم اجرا میکنیم که از لحاظ وزنی و ریتمی بخواییم بخونیم یک و و دو و و به همین ترتیب اینا اجرا میشن تا انتهای درس. اونها نباید خیلی عجله کرد و با سرعت خیلی متعادلی اونها رو اجرا بکنیم. در این درس یک واژه‌ای نوشته شده که به معنی تشابه هست، واژه لاتین. منظور این واژه این هستش که مضراب‌های مابقی در واقع میزان‌ها بر اساس نمونه‌های قبلی در واقع راست چپ راست بایستی اجرا بشه، برای جلوگیری از تکرار این رو گفته و همچنین تمرینات بسیار خوبی راجع به نوت‌های مشترک نظیر می از خرک‌های هشتم سفید و اول پشت خرک رو می‌بینیم که در واقع یادآوری بکنیم علامات ارزی که متمایز می‌کرد نوت‌های مشترک در سنتور رو. تکراری از خط سوم به اول داریم و در واقع خطای چهارم و پنجم هم یک تکرار مخصوص به خودشون دارن. پس با رعایت ریتم در واقع دو چهارم بس رو اجرا مشابه با درس اجرا شده هستش.
همون علامات تکرار شده رو ملاحظه میکنیم. فقط نکته ای که بایستی راجع به اون توضیح بدیم موردی است که در خط سوم به اون بر میخوریم. در اینجا علامتی رو ما میبینیم که عدد 8 روی اون نوشته شده و همچنین خطوط در واقع چینی رو میبینید که زیر نوت‌ها کشیده شده. این در واقع علامت به این معنی هستش که بایستی نوت‌های مشخص شده رو عیناً روی سیم‌های زرد اجرا بکنیم. شاید سوال بشه که چرا اینها روی سیم‌های زرد نوشته نشدن؟ دلیل اینه که قصد این هست که با این علامت هنرجو آشنا بشه و در مواردی که نیاز به تکرار هست یک بار تکرار رو روی در واقع سیم‌های سفید و دفعه دوم روی سیم‌های زرد اجرا بکنیم. اگر این خط چین بالای نوت‌ها قرار بگیره، یعنی در این قسمت، معناش این هستش که عیناً باید این نوت‌ها رو روی سیم‌های پشت خرک اجرا بکنیم. و به طور کلی اگر زیر نوتی این خط رو ما دیدیم باید 8 نوت یا 1 اکتاف اون رو بم به حساب بریم و در نوت‌های بمتر از خودش اجرا بکنیم. ضمناً تکراری در خطوط 3، 4، 5 هست که اون رو در اجرا انجام بدیم. درس بعدمون همون حالت 2/4 رو داره، منتها دو تا از نوت های دولا چنگ ما روی سیم های سفید اجرا میشن و نوت چنگ با دست راست بر روی سیم های زرد اجرا میشن و این ترکیب نوتی تا انتهای درس ادامه داره.